فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و برادر گرانقدر. در مورد تعویض و تومار و این چیزهایی که برای طفلان میدن که او را شما مثلا با فلان پش پش بکنید، با فلان تار بخیه بکنید و در طرف سینه چپ یا راستش بزنید یا بالای قلبش بزنید، اصلا در اسلام چنین چیزی ما نداریم عزیز. در اسلام عزیز ما چنین چیزی نداریم. و اگر شما امین تعویضات را با دستکش باز بکنید، بسم الله الرحمن الرحیم بگویید، بخیه های این را با قیچی بکنید، داخل ایز را باز بکنید، شما میبینید که در داخل از این یک جدول است. در اونجا یک، دو، چار، پنج یا بعضی از رموزها و بعضی از ارقام رومی یا بعضی از رمزها بین انسان و شیاطین است. این رمزها ارتباط امو انسان را که خدا آقا صاحب میگه، خوجه صاحب میگه، یا اگر زنه هست بنام پری میشناسن، بنام بیبیاجین را میشناسن، خوجه صاحب این فلان، خوجه صاحب توب داره، آجی صاحب توتم داره، آقا صاحب فلانی، سرخ پاشای ولی فلان بسملان، تمام این آره که ما باز کردیم برادر عزیزم، در بین از این تمامش تعویضای شرکی هست. شرکی به چی مانا؟ که اینها یک چیز دارن به نام قصیده پخته کردن، در بین مردم به نام قصیده پخته کردن است. اما اصل موضوع چی است؟ اصل موضوع ای است که اینها بر قرآن توهین میکنن، برای 40 روز اینا حمام نمیکنن و اینها بالای آیات قرآن ادرار میکنن، آیات قرآن را میگیرن، از ماشین تیر میکنن، مانند براده میسازن، براده آهن، بعد از این در پولیا پر میکنن، به مردم میتن که این را بگیرین دود بکنین. وقتی که رو دود کرد، طبعا او قرآن کریم است و شیطان میخواد او را ببینه. همین شیطانک های خرد ریزه که با اینا کار میکنه، جنیات، اینها او را میبینه و وقتی که دیدن که تصدیق کردن که بله فلان آقا صاحب من دیدم که نیت کرد، پس در اونجا است که به شرک از اونا تصدیق میکنن و جنیات خدا به خاطر از اون میفرسته. این تمام از این شرک است. تا وقتی که اینا شرک نکنن، جنیات با اینا کار نمیکنن. اینا خیلی متوجه باشید عزیزان من. یکی موضوع دومی که بعضی از ملاهای بعضی مساجد، من نمیگم تمامشان، بعضی از ملاهای بعضی مساجد که تعویض میتن، تعویضهای اینا را هم باز کرده. ما تقریبا 50-60 تعویض از مساجد خود کابل را که من نامشان نمیگم باز کردیم، اما ما نفران روان کردیم که ما بالایتان فهمیدیم که شما جادوگر هستید. اینا هم امامت میکنن، هم در مسجد نماز میتن، هم در پیشوری صف استاد میشن، هم روزهای جمعه میان به مردم خطبه میتن. در عین وقت اینا به مردم تعویض هم میتن. وقتی که تعویضات اینا رو باز کردیم، دیدیم که همون جدول ها، همون ارتباط با جنیات، همون ارتباط با شیاطین، همون ارقام و رقمک ها و شکلک ها، این رقمک ها و شکلک ها یک رمز است بین امو جادوگر که به نام الله ما شما میشناسیم و با شیاطین، یک رمز است که رمز برقرار میکنه که ولو که بیچاره این مشکلم نداشته باشه، با جان از او جنیات روان میکنه. پس این تمام شرک است. رسول مبارک میگه صلی الله علیه و سلم، هر کسی که نزد چنین اشخاص برود، برای 40 روز عبادتش الله سبحانه و تعالی قبول نمیکنه و باید فوراً توبه بکنه. و اگر کسی سخنان این دجال ها را قبول بکنه، پس در او صورت مشرک میشه. رسول الله میگه صلی الله علیه و سلم، قسم به او کتابی که الله سبحانه و تعالی روان کرده، یعنی به قرآن کریم، میگه او شخص به قرآن کریم چی میشه؟ کافر میشه. پس ای است حقیقت موضوع برادران عزیزم. لطفا این موضوع را جدی بگیرید، نزد چنین اشخاص نروید. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه که من به شما از حبل الورید نزدیکتر هستم. شما رقیه شرعی بکنید. انشالله ادمین های ما تمام فایل های رقیه شرعی را برای شما روان میکنه. بهترین رقیه، رقیه پدر است که برای اولادش بکنه. دست راستتان را بالای سینهش بگذارید، یک کمه که فشار بدید به طرف داخل، زیاد نه، کم، بسیار کم، و بعد از او تمام آیات رقیه را بالایش بخونید، دم بکنید. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم دعا میکردن برای امام حسن و امام حسین رضی الله عنه اجمعین، برایشان دعا میکردن، دستشان را بالای سینهشان یا سرشان میگذاشت، میگفت اعوذكما بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق، برایشان میگفت که اعوذكما بكلمات الله التامه من كل شیطان و همه و من كل عين لامه. این دعایی است که در کتب معتبر ما شما بخاری و مسلم آمده، تمامش درج است. پس شما لطفا برادر عزیزم خودتان این طفلک ها را رقیه بکنید
از کتاب و سنت با عقب این دجالان نروید تا الله سبحانه وتعالی شما راضی باشد و چنین نشود که 40 روز عبادات شما مقبول نگردد و چنین نشود که اگر کسی آنها را تصدیق بکند خدای نخواسته آنها مشرک شوند. الله سبحانه وتعالی این قوم را هدایت کند. آمین یا رب العالمین.